با دروس راه عدالت در خدمت شما عزیزان هستیم. دوستان عزیز شنونده، خیلی خوشحالیم که یک بار دیگه در خدمت شما هستیم. در نام خداوند، خدای زنده، عیسی مسیح، درس امروزمون رو شروع می‌کنیم. امیدواریم که درس امروز در قلب‌ها و جان‌های شما بشینه و ثمر بیاره. خدا رو شکر می‌کنیم برای حضور شما در این برنامه. در طول 60 برنامه قبلی ما از رحمت خدا تونستیم عهد عتیق و نخستین رو که شامل تورات، مزمور و کتب دیگه انبیا بود مطالعه کنیم. در برنامه قبلی هم مطالعه اجمالی عهد جدید رو آغاز کردیم که به انجیل یا خبر خوش معروفه. انجیل می‌فرماید که خدا بر اساس وعده‌اش نجات دهنده قادر مطلق لقی رو برای رستگاری بشر به جهان فرستاد. پیش از اینکه بررسی خودمون رو در عهد جدید آغاز کنیم، بجاست که به یاد بیاریم که خداوند به آدم وعده داد که از نسل او کسی رو برای نجات فرزندان گناهکار آدم به جهان خواهد فرستاد. وی به خاطر دارید که در روزی که آدم و حوا به خدا نااطاعتی کردن چه اتفاقی افتاد؟ در تورات می‌خونیم که چطور گناه و نافرمانی آدم سبب شد تا اثر لعنت گناه به تمام جهان سرایت کنه و جهان تبدیل به قلمرو شیطان بشه. به همین دلیله که تمام فرزندان آدم با گناه و زیر لعنت اون به دنیا میان. گناهکاران دیگر رو تولید میکنن و گناهان ما رو محکوم میکنه و ما هیچ راهی نداریم تا خودمون رو با توانایی های خودمون از زیر لعنت گناه نجات پیدا کنیم. اما خدا رو شکر که کلام او با داستان طغیان و نافرمانی آدم تموم نمیشه. همونطور که قبلا دیدیم، در همان روزی که آدم و حوا مرتکب گناه شدند، خدا شروع به بیان برنامه قدرتمند خودش برای نجات انسان از اسارت گناه شد. خداوند وعده داد که نجات دهنده‌ای رو به جهان میفرسته تا برای گناه بشر چاره‌ای پیدا کنه. در آن روز تاریک گناه وارد جهان شد، خدا خبر داد که این نجات دهنده مقدس به نحو منحصر به فردی از یک زن به جهان خواهد آمد. مسیحای موعود که میبایست خون پاکش رو برای آمرزش گناهان بریزه، نمیتونست از ذریت پدری زمینی به وجود بیاد، زیرا تمام انسانها گناهکار هستند. او میبایست کامل و مقدس باشه. به همین دلیله که اشعیای نبی پیشگویی میکنه که دختری باکره و بدون ازدواج با مردی پسری به دنیا میاره که همان خدای مجسمه. اجازه بدید تا به کتاب انجیل مقدس برگردیم و ببینیم که چگونه خداوند اون چرا که توسط انبیا وعده داده بود در وجود عیسی مسیح به انجام میرسونه. در درس گذشته خودمون دیدیم که فرشته خدا به مردی یهودی به نام زکریا ظاهر میشه و به او وعده داشتن پسری رو میده که نامش یحیی خواهد بود و او پیام‌آور مسیحای موعود به جهان هست. حالا بیایید تا با هم از فصل اول انجیل لوقا چند آیه رو مطالعه کنیم. کلام خدا در این قسمت چنین می‌فرماید: در ماه ششم جبرئیل فرشته از جانب خداوند به شهری در جلیل فرستاده شد که ناصر نام داشت، تا نزد باکره‌ای مریم نام برود. مریم نامزد مردی بود یوسف نام، از خاندان داوود. فرشته نزد او رفت و گفت: سلام بر تو ای که مورد لطف قرار گرفته ای، خداوند با توست. مریم با شنیدن سخنان او پریشان شد و با خود اندیشید که این چگونه سلامی است. اما فرشته وی را گفت: ای مریم، مترس، لطف خدا شامل حال تو شده است. اینک آبستن شده پسری خواهی زایید و نامش را عیسی خواهی نهاد. او بزرگ خواهد بود و پسر خدای متعال خوانده خواهد شد. خداوند خدا تخت پادشاهی پدرش داوود را به او عطا خواهد فرمود. او تا ابد بر خاندان یعقوب سلطنت خواهد کرد و پادشاهی او را هرگز زوالی نخواهد بود. مریم از فرشته پرسید: این چگونه ممکن است؟ زیرا من با مردی نبودم.
فرشته پاسخ داد: روح القدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سایه خواهد افکند. از این رو آن مولود مقدس پسر خدا خوانده خواهد شد. اینک الیزابت نیز که از خیشان توست در سن پیری آبستن است و پسری در راه دارد. آری، او که میگوید نازاست در ششمین ماه آبستنی است، زیرا نزد خدا هیچ امری ناممکن نیست. مریم گفت: کنیز خداوندم، آنچه درباره من گفتی بشود. آنگاه فرشته از نزد او رفت. اجازه بدید تا همینجا کمی درنگ کنیم و به اونچه که در واقعه ظهور فرشته بر مریم رخ داد فکر کنیم. مریم دختر جوانی بود که عاشق کلام خدا بود. او نامزد مردی به نام یوسف بود که می‌خواستند با هم ازدواج کنند. مریم و یوسف هر دو از نسل داوود نبی بودند. می‌دونیم که در کلام خدا پیشگویی شده بود که مسیحا نه تنها از یک دختر باکره به دنیا میاد، بلکه از نسل و خاندان داوود هم هست. اما لازمه که چیز رو بدونیم و اون این که مریم هم از نسل آدم و او هم مثل سایر انسانها گناهکار بود. خیلی ضروریه که این رو بدونیم، چون برخی مریم رو به مرتبه خدایی میرسونن و او رو شایسته پرستش میدونن. این کار بود پرستیه. اگرچه مریم سزاوار احترامی ویژه است، چون زنیه که روح خدا بر او نازل شده و مسیحا از رحم او به دنیا اومده، اما این دلیلی نمیشه که او رو همچون خود خدا پرستش کنیم. خود او میگه که کنیز خداوند و پیرو اونه. در آیاتی که خدمتتون قرائت کردم دیدیم که چطور جبرئیل بر مریم نازل میشه و او رو از به دنیا اومدن مسیحا از طریق اون اعلام میکنه. جبرئیل همچنین از اسم کودک مریم رو آگاه میکنه. اسم او عیسی خواهد بود که معنایش این است: خداوند نجات میدهد. در زبان عربی به عیسی یسوع میگویند، که بسیار نزدیکتر به تلفظ صحیح اسم مسیح است. البته او اسم دیگری هم دارد که اشاره به برگزیدگی عیسی میکنه و اون پسر حضرت اعلی و مسیح است. این چیزیه که فرشته به مریم خبر میده. این موضوع در کتاب مزامیر هم اومده که عیسی به پسر خدا مسمى خواهد بود. دوستان خوبم، میدونم که شاید این موضوع که عیسی پسر خداست برای شما عجیب باشه و بگید که غیر ممکنه که عیسی پسر خدا باشه. اما باید خدمتتون عرض کنم که لازمه پیش از این که اون رو غیر ممکن یا کفر بنامید، به دلایل و مفاهیم این امر توجه کنید و از خدا بخواید تا مفهوم این موضوع رو براتون باز کنه. در کلام مقدس خدا واژه مسیحا بیش از 120 بار برای پسر خدا به کار رفته. به علاوه ما اطمینان داریم انبیایی که کلام خدا رو با الهام روح او نوشتند هرگز جرأت نداشتند که فرمایشات خداوند رو عوض کنند و اون چیزی که دلشون میخواد بنویسن. خدا هرگز اجازه چنین جسارتی رو به بشر نمیده. اونچه که ما میخواییم بدونیم اینه که چرا خدا مسیحا رو به پسر خدا مسمى کرده. نخست باید بدونیم که پسر خدا هرگز واژه کوچکی نیست. منظور کلام خدا هرگز این نیست که خدا دارای همسری بوده و از او بچه دار شده. خداوند آنقدر بلند مرتبه است که این چیزها شایسته اون نیست. در این برنامه اونقدر فرصت نداریم که به طرح و بررسی این موضوع عمیقا بپردازیم، اما چیزی که لازمه بدونیم اینه که این اسم هرگز به معنای عیالوار بودن خدا نیست. در تمام فرهنگ‌ها و مذاهب هم چنین عناوینی وجود و کاربرد داره. اگه مشتاق دونستن حقیقت هستید، حتما و بدون هیچ تعصب و غرض ورزی میتونین اون رو دریافت کنید. به همین دلیله که خدا مسیحا رو پسر خودش میدونه، چون عیسی از آسمان و مستقیما از جانب خدا و از خود خدا صادر گشته و فرستاده شده. مسیحا همچنین به کلمه خدا نیز خوانده میشه، چون از ازل وجود داشته و همه چیز به خاطر او و به وسیله او آفریده شده. اجازه بدید تا آیاتی بسیار مهم و قدرتمند رو از فصل اول انجیل یوحنا خدمتتون بخونم. کلام خدا چنین می‌فرماید: در آغاز کلام بود و کلام با خدا بود و کلام خدا بود. همان در آغاز با خدا بود. همه چیز به واسطه او پدید آمد
و از هر آنچه پدید آمد هیچ چیز بدون او پدیدار نگشت و کلام انسان شد و در میان ما مسکن گزید. ما بر جلال او نگریستیم، جلالی شایسته آن پسر یگانه که از جانب پدر آمد، پر از فیض و راستی. بله دوستان عزیز، عیسی کلمه خدا و پسر خداست. همه می دونیم که عیسی پدر جسمانی نداشت، پس اگه چنینه او از کجا اومده؟ او پسر کیه؟ اجازه بدید تا باز از فصل اول انجیل لوقا براتون بخونم. کلام خدا چنین می فرماید: روح القدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سایه خواهد افکند. از این رو آن مولود مقدس و پسر خدا خوانده خواهد شد. شاید بگید که تولد عیسی از مریم باکره زیاد اهمیتی نداره. خدا می‌خواد قدرت نمایی کنه. خدا آدم رو بدون داشتن پدری هم میتونه خلق کنه. دوستان عزیزم، درسته که خدا قادر مطلقه و هیچ چیزی نزد او غیر ممکن نیست، ولی در رابطه با ولادت عیسی از مریم باکره باید بدونید که این امر بسیار مهمتر از نمایش قدرت خداست. نذارید که کسی شما رو فریب بده. دلیل بسیار مهمی وجود داشته که عیسی هزاران سال پس از آفرینش آدم به جهان اومده. و این دلیل رو میدونید؟ کلام خدا به ما میگه که مسیحا به جهان آمد تا انسان گناهکار را نجات بخشد. در رساله اول پولس به تیموتائوس چنین میخونیم: این سخن در خور اعتماد و پذیرش کامل است که مسیح عیسی به جهان آمد تا گناهکاران را نجات بخشد، که من بزرگترین آنهایم. بنا به وعده خدا، مسیحا بایستی خونش رو می‌ریخت تا راه نجات گناهکاران هموار بشه. او همچون بره بی عیب در حضور خدا قربانی گناهان ما شد. به این موضوع فکر کنید. آیا کسی با قرضی سنگین میتونه بدهی دیگران رو بپردازه؟ نه مطمئنن. تنها کسی میتونه این کار بکنه که کاملا آزاد و بدون بدهی باشه. بله دوستان خوبم، عیسی هرگز هیچ گناهی نداشت، به همین علت تونست گناهان ما رو کفاره کنه و خدا هم این قربانی و تاوان رو پذیرفت. خدا میخواد ما بدونیم که مسیحا و دیگه فرزندان آدم بسیار با هم متفاوتن. ما پسران آدم هستیم و مسیحا پسر یگانه خداوند. ما گناهکار و ناپاک هستیم و عیسی بیگناه و پاک. به همین دلیل خدا او رو با افتخار پسر خودش مینامه. امیدواریم حال که این برنامه رو به پایان میرسونیم، خداوند ذهنها و دلهای شما رو پاک و روشن کنه تا بفهمید که چرا عیسی مسیح از مریم باکره به جهان اومد و مفهوم پسر خدا بودن مسیحا رو هم درک کنید. در این قسمت برنامه خودمون رو با قرائت بخش‌هایی از فصل اول انجیل متا درباره تولد مسیحا و ملاقات فرشته خدا با شوهر مریم یعنی یوسف به پایان می‌بریم. به کلام زنده خداوند گوش کنید. تولد عیسی مسیح این چنین روی داد. مریم مادر عیسی نامزد یوسف بود. اما پیش از آن که به هم بپیوندند، معلوم شد که مریم از روح القدس آبستن است. از آنجا که شوهرش یوسف مردی پارسا بود و نمیخواست مریم را رسوا کند، بران شد که بی سر و صدا از او جدا شود. اما چون این تصمیم را گرفت، به ناگاه فرشته خداوند در خواب بر او ظاهر شد و گفت: ای یوسف پسر داوود، از گرفتن زن خیش مریم مترس، زیرا آنچه در بطن وی قرار گرفته از روح القدس است. او پسری به دنیا خواهد آورد و تو او را عیسی خواهی نامید، زیرا او قوم خود را از گناهانشان نجات خواهد بخشید. این همه رخ داد تا آنچه خداوند به زبان نبی گفته بود به حقیقت بپیوندد، که باکره آبستن شده پسری به دنیا خواهد آورد و او را امانوئیل خواهند نامید، که به معنی خدا با ماست. چون یوسف از خواب بیدار شد، آنچه فرشته خداوند به او فرمان داده بود انجام داد و زن خود را گرفت، اما با او هم بستر نشد تا او پسر خود را به دنیا آورد و یوسف او را عیسی نامید.
دوستان عزیز، برنامه ما در اینجا به پایان میرسه و به قوت خدا در برنامه آینده داستانهای شگفت‌انگیزی از تولد مسیحا رو در انجیل بررسی میکنیم. خداوند همه شما عزیزان رو برکت بده. از شما دعوت میکنم در این آیه تأمل کنید. نام او را عیسی خواهی نهاد، زیرا که او امت خیش را از گناهانشان خواهد رهانید. شما عزیزان را تا برنامه بعد به دستان پرمهر و محبت خدای زنده میسپارم. ما منتظر نظرات و پیشنهادات و سوالات شما عزیزان هستیم. شما میتونید با راه‌های ارتباطی ما در تماس باشید. تا برنامه آینده، خدا نگهدار همه شما. شما به رادیوی جهانی پارس گوش میدهید. اینجا رادیوی جهانی پارس در خدمت شماست. Just don't
روز گشت کودکی تنها با گل روز زیبایی، عطر خوشبویش بیرون کرد سرمایه وجودش را. اما زمستان آمد، روز زیبا پر شد، به زمین افتاد و جان داد، کودک آسمان را نگاه کرد و شنید روزها باز میشکفند، منتظر باش غم را از خود بران، فقط او میداند چه وقت روزها باز میشکفند، روزها باز میشکفند، منتظر باش غم را از خود بران، فقط او میداند چه وقت روزها باز شد و مجروح عیسی بر صلیب رفت تا پردازد بهای گناه ما. وقتی مسیحا دفن شد شیطان قهقه سر داد، اما خدا برخیزاند مسیح را از قبر چون خود وعده
امیدواریم که این برنامه باعث برکت شما شده باشد. اگر در مورد این برنامه سوالی دارید، می توانید با شماره واتساپ 2031-638-9898-98 با ما در ارتباط باشید.